به نام خدا، با سلام، بنده حسن بزنی هستم. با آموزش شبیه سازی باتری توی نرم افزار انسیس فلوئن در خدمتتونم. این ویدیو یا آموزشی برای شرکت فرادرس تهیه میشه. در ابتدا میخوام براتون یه مقدمه در مورد باتری ها بگم، سپس میریم سراغ تئوری های مربوط به مدل سازی اونها و بعد هم میریم توی نرم افزار انسیس و یک مورد از باتری ها رو براتون مدل میکنم. مهمترین و کارآمدترین ابزار واسه ذخیره سازی انرژی الکتریکی باتری ها هستن که به خاطر استفاده خیلی گسترده از اونها تو صنعت از اهمیت بالایی برخوردارن. امروز با توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین گوشی های هوشمند و لپتاپ ها استفاده از باتری های با حجم ذخیره سازی بالا مورد نیازه. توسعه باتری ها خصوصا باتری های خودروهای برقی و هیبریدی به علت گرم شدن و نیاز به خنک کاری بالا محدود میشن. لذا اطلاع از نحوه توزیع دما و مقدار حداکثر دما توی باتری از اهمیت بالایی برخوردار هستش که به طراحان کمک میکنه سیستم خنک کاری مناسب و پیشنهاد بدن و سپس اون سیستم رو توسعه بدن. که توی سالهای اخیر از موضوعات خیلی محبوب تحقیقاتی توی حیطه مهندسی بود. معادله حاکم بر باتری معادله انتقال هستش که مشاهده می‌کنید این معادله به شدت معادله غیر خطی هستش و نمی‌تونیم به صورت تحلیلی حلش بکنیم. و برای حل این معادله نیاز به نرم افزارهایی که حل عددی رو برامون انجام میدن داریم که نرم افزار انسیس فلون یکی از اونهاست که با استفاده از حجم محدود به حل عددی معادلات می‌پردازه. و پس از اینکه این معادله رو حل کرد میتونیم نتایج اونها رو به صورت عددی توی این نرم افزار مشاهده بکنیم. روش MSMD در واقع روش مولتی اسکیل مولتی دایمنشن هستش که برای محیط های چند فیزیکی استفاده میشه. روش های مختلفی برای مدل سازی الکتروشیمیایی باتری وجود داره. یکی از اون روش ها روش NTJK هستش که در واقع مخفف نیومن تیدمن جیوان کیم هستش که در واقع یه روش شبه تجربی هستش که با استفاده از معادلاتی که توی این قسمت می‌بینید به مدل سازی باتری می‌پردازه. DOD در واقع depth of discharge هستش که وقتی مثلا باتریمون 100% شارژ داره و داره از 100% توان خودش استفاده میشه. DOD صرف هستش و به عنوان مثال وقتی از 20% توان باتری داریم استفاده می‌کنیم در واقع DOD 20 میشه 20%. در واقع میتونیم DOD رو به صورت جریانی که داریم از باتری میگیریم در مدت زمانی که از حالت شارژ فول شارژ باتری میگذره به ظرفیت نامی باتری میتونیم اون رو حساب بکنیم و معادلش هم به این صورت هستش. حالا یه معادله انتگرالی داده. Y و UU در U ولتاژ هستش در حالت جریان صفر و Y معکوس شیب نمودار VI یا پتانسیل جریان هستش. روش بعدی روش ECM هستش که توی روش ECM میاد باتری رو با یه مدار الکتریکی مدل سازی میکنه که این مدار الکتریکی شامل 3 تا مقاومت و 2 تا خازن هستش و معادلاتی که داره به این صورت هستش. معادله ولتاژ جریان به این صورت داره تعریف میشه و رابطه یه ولتاژ اتصال باز و مقاومت و مقدار ظرفیت خازن ها به صورت زیر هستش که تابعی از حالت شارژ هست، state of charge، که در واقع state of charge به صورت درصدی بیان میشه. 0% یعنی باتری خالیه، empty، و 100% یا همون 1 در حالتی هستش که باتری پر هستش و به صورت 1 چند جمله ای در نظر گرفته میشه. آخرین روش مدل سازی الکتروشیمیایی باتری هم روش P2D هستش که این روش با استفاده از در واقع فرض این که یه محیط متخلخل داریم روی الکترودها میاد به مدل سازی باتری میپردازه. این روش با استفاده از حرکت آیون‌های لیتیومی تو باتری میاد در واقع معادلاتش رو حل میکنه. این روش ماده فعالمون رو به صورت یه ماتریسی از ذرات کروی شکل در نظر میگیره که توی این قسمت مشاهده میکنه. معادلات حاکم بر اون معادلات بقا هستن. به عنوان مثال معادله اول معادله بقای حالت جامد لیتیوم هستش و بقیه معادلات رو داریم که توی این قسمت مشاهده میکنید و این فایل رو میتونید توی سایت های مختلفی پیدا کنید. خب میریم سراغ مدل سازی باتریمون تو نرم افزار انسیس. ابتدا نرم افزار انسیس رو بالا میاریم. توی سمت چپ انالایز سیستم ها رو داریم که سیستم های آنالیزمون هستند. توی این قسمت فلوئنت رو درگ اند دراپ میکنیم توی محیط کاریمون یا دابل کلیک میکنیم خودش به محیط اضافه میشه. میتونیم اسمش رو تغییر بدیم توی این قسمت. مثلا من باتری میذارم
توی سلول اول جیومتری رو داریم، هندسه رو توی اون آماده میکنیم. وقتی هندسه تکمیل شد، اطلاع توی اون سلول به صورت خودکار وارد سلول بعدی میره و این علامت سوال به تیک تبدیل میشه. توی سلول مش، در واقع محیطی که توی جیومتری ساخته بودیم رو به قطعات کوچکتری تقسیم بندی میکنیم، در واقع مش میزنیم. پس از اینکه مش آماده شد، اطلاعات وارد سلول بعدی ستاپ میشه و توی سلول ستاپ هم تنظیمات مربوطه به باتری رو انجام میدیم و حلش رو توی این قسمت خواهیم داشت. توی جیومتری ما دو حالت داریم، میتونیم تو اسپیس کلیم جیومتری رو بکشیم یا توی دیزاین مدلر بکشیم. من از دیزاین مدلر برای رسم هندسه هم استفاده میکنم. منتظر میمونم تو نرم افزار دیزاین مدلر بالا بیاد. توجه کنید که وقتی این علامت قرمز باشه سعی کنید کلیک زیادی نکنید، چون نرم افزار خیلی حساسه و ممکنه دچار مشکل بشه. روی صفحه XY راست کلیک و لوک اوت میکنم تا بتونم یه نمای کاملی و نمای عمودی از این صفحه داشته باشم. واحدش به صورت پیش‌فرض واحد متر هستش، چون باتریمون کوچیک هستش. من میخوام واحدهامو کوچیک‌تر بکنم. واحدمو مثلا میلی‌متر در نظر میگیرم. از قسمت بالا تولبارمون میتونیم قسمت یونیتس میلیمتر رو انتخاب بکنیم. وقتی واحدمون تغییر میکنه توی این قسمت اون واحد رو مشاهده میکنیم که الان واحدمون میلیمتر هستش. برای رسم هندسمون از قسمت اسکیچینگ استفاده میکنیم. از قسمت درو میام یک رکتانگل کلیک میکنیم و با درگ اند دراپ کردن اون روی مبدا میذاریم، کلیک رو نگه میداریم، میکشیم و چپ کلیک رو رها میکنیم. یه مستطیل برامون تشکیل میشه. در قسمت دایمنشن هم میتونیم از همون سربرگ جنرال که پیش‌فرض هست این زل رو بگیریم و رها کنیم و زل بعدی رو هم همینطور. و یا میتونستیم از قسمت هوریزونتال این دوتا رو انتخاب کنیم تا طول رو برامون مشخص کنه و از قسمت ورتیکال هم از این قسمت استفاده کنیم. توی این قسمت میایم به اونها اندازه میدیم. من در واقع هندسه‌ای که میخوام بکشم 200 میلیمتر طول و 200 میلیمتر عرض داره، در واقع یه مربع هستش. هندسه‌ام به این صورت رسم میشه. برای رسم تب‌هامون از اسکچ جدید استفاده می‌کنیم. این هندسه کشیدیم فقط هندسه مربوط به اکتیو زونمون هست. هر باتری شامل اکتیو زون و دو تا تب مثبت و منفی هستش که برای رسم تب‌های مثبت و منفی از قسمت بالای اسکچ جدید باز می‌کنیم. تحت عنوان اسکچ 2 مجدداً میریم روی قسمت اسکچینگ و رکتانگل رو انتخاب می‌کنیم. میایم روی این زل. وقتی روی این زل قرار می‌دیم یه علامت در واقع یه بیضوی شکل مشخص میشه. یه مستطیل روی اون رسم میکنیم و یه هندسه جدید هم باز میکنیم برای تب دیگه. یه اسکچ جدید باز شد تحت عنوان اسکچ 3. مجدداً همین کار رو روی اون انجام میدیم. بله، و برای هر کدوم از اونها دایمنشن در نظر میدیم و طول اونها رو 50 میلیمتر در نظر میگیرم من. و نیاز داریم که فاصله بین این زل و این زل رو مشخص کنیم که مجدداً از قسمت دایمنشن هوریزونتال رو انتخاب میکنیم و به این ترتیب فاصله بین این دو زل رو 10 میلیمتر در نظر میگیریم و فاصله بین این زل و این زل رو هم 80 میلیمتر در نظر میگیرم تا این فاصله هم 10 میلیمتر بشه. توی قسمت بالا حالا ما سه تا اسکچ داریم که هر کدوم مربوط به یه بخشی از باتری هستش. اکسترود میکنیم تا یه جسم سه‌بعدی تشکیل بشه. تو قسمت جیومتری اسکچ رو انتخاب میکنیم. حالا من اسکچ 1 رو انتخاب میکنم. توی این قسمت عمق رو بهش 10 میلیمتر میدم من. جنریت میکنیم. مجدداً برای اسکچ 2 هم همین کار رو انجام میدیم، با این تفاوت که از قسمت اد متریال اد فروزن رو انتخاب میکنیم تا یه جسم جدید ایجاد بشه، چون اگه اد فروزن رو انتخاب نکنیم به همون جسم قبلی اضافه میشه و توی این قسمت وان پارت خواهیم داشت. و مجدداً برای اسکچ 3 هم همین کار رو انجام میدیم. بله،
توی این قسمت سه تا جسم خواهیم داشت که برای هر کدوم از اونها اسم مشخص میکنیم. به عنوان مثال این رو تب پی در نظر میگیریم. تب پی سون و ایزون. کارمون با محیط دیزاین مدلر تمام میشه. از قسمت فایل دیزاین مدلر رو میبندیم، پروژمون رو ذخیره میکنیم، توی حالا اون مسیری که خودمون میخوایم یه اسم براش انتخاب میکنیم، اطلاعات وارد سلول بعدی میشه و سلول جیومتری تیک میخوره. با دابل کلیک کردن رو سلول مش وارد محیط انسیس مشینگ میشیم. توی این محیط هندسه ای رو که رسم کردیم میاییم مش میزنیم و برای سطوح مختلفش اسم انتخاب میکنیم. سمت چپ تو قسمت بالا جیومتری رو داریم که جیومتری بود که توی قسمت قبل رسم کردیم. کوردینت سیستم رو داریم. دستگاه مختصاتمون توی این قسمت هستش. کانکشن ها زمانی که ما چند تا جسم داشته باشیم بین اونها یک سری کانکشن های اتفاق میفته که توی این قسمت میاد و اگر اونا رو حذف نکنیم وارد قسمت ستاپ میشه و توی اون قسمت محیط های جدید و سرفیس های جدید و در واقع مش اینترفیس رو ایجاد میکنه که نیاز به تنظیمات اضافه ای داره که به اونها نیاز نداریم. میتونیم از اینجا اونا رو حذف کنیم و یا برگردیم به محیط دیزاین مدلر و توی این قسمت سه تا محیطی که ایجاد کردیم، ایزون، تب پیزون و تب انزون، هر سه اونها رو با هم یکی در نظر بگیریم. دکمه کنترل نگه می‌داریم، رو اونها کلیک می‌کنیم. با راست کلیک کردم و زدن فرام نیو پارت همه‌شو به عنوان یه جسم در نظر می‌گیره. مجدداً خارج می‌شیم، وارد سلول مش می‌شیم و اطلاعات جدید رو می‌خونه. همونطور که مشاهده می‌کنید توی این قسمت دیگه کانکشن هامون از بین رفته و کانکشنی نداریم. توی مش کلیک میکنیم، میخواییم این محیط رو مش بزنیم. اول میام تو قسمت جیومتری، حالا تبدیل به پارت شده، پارت رو باز میکنم و دوتا تبم رو هاید میکنم تا بتونم تسلط کافی روی این محیط داشته باشم. وقتی تو محیط دیزاین مدلر میایم، در واقع فرام نیو پارت میزنیم و کانکشن ها رو از بین میبریم، یه اتفاق دیگه میفته، این که در واقع اثر اون سطوح اینجا باقی میمونه و اگه بخوایم از گزینه سایزینگ استفاده بکنیم دچار مشکل میشه. واسه این کار میتونستیم از همون روش اول که حذف کردن کانکشن ها توی خود قسمت در واقع انسیس مشینگ بود استفاده بکنیم. چون ما میخوایم از سایزینگ استفاده بکنیم نیاز داریم تا مجددا توی همون قسمت اونها رو اکسپلود بکنیم و مجددا اون جسم هامون رو جدا کنیم. راست کلیک و اکسپلود پارت